به نام یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام و درود نثارتان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در کنار دوستا و کانون پرمهر خانواده زندگی را با عافیت سپری بکنید. دوستان ارجمندم، در هر کجای دنیا که هستین، ما امیدوار هستم که دعاگوی افغانستان و مردم افغانستان باشین. مختار عاطفی، چهره رسانه‌ای و آرایشگر تلویزیون طلوع که قبلا در موبی گروپ کار میکرد و مسئولیت آراستن و آرایشگری کارمندان تلویزیون طلوع را بر عهده داشت، اکنون در کشور فرانسه زندگی میکند. آقای عاطفی در یک پیام خیلی قشنگ که در صفحه اینستاگرام خود گذاشته به یک نکته بسیار فوق‌العاده اشاره کرده که در این ویدیو پیرامون امی مسئله میخواییم صحبت بکنیم. تا فعلا اگر عضو کانال من نیستین، با فشار دادن علامت سابسکرایب شما عضو دائمی کانال من میشین. آقای عاطفی در صفحه اینستاگرام خود نوشته کرده، گفته بیایید یک ماه پارک نروید، پیتزا نخورید، میوه قیمتی نخورید، زیاد مصرف سر چکر و سینما نکنید، لباس قیمتی نخرید، به اقارب نزدیک یا دورتان در افغانستان که دارید کمک مالی کنید. آنها برای شما نمیگویند، اما خیلی زندگی دشوار شده. حتی شکم سیر کردن سخت است. در افغانستان ماش نیست، نان نیست، قیمتی به اوجش رسیده. فقط یک مشوره بود به کسانی که زندگی خوب در خارج از کشور دارند. با احترام. همچنان در آخر یک شعر خیلی زیبا هم نوشته کرده، گفته ما را نگذارن به یک خانه ویران، یار بستان داد فقیران ز امیران. پیام آقای عاطفی به یک نکته بسیار ظریف اشاره داره و یک مسئله است که غیر قابل انکار است که امروز در افغانستان وضعیت خیلی ها نابسامان است. ای وظیفه ما است، رسالت ما است، وجیبه ما است. اگر در داخل افغانستان هستیم یا در خارج از افغانستان زندگی میکنیم، باید او تعداد خویشاوندا و نزدیکای را که میشناسیم یا او تعداد خانواده هایی که واقعا مستمند هستند و ما با اونا ارتباط داریم و آشنایی داریم، باید دست از اونا را بگیریم، معاونت بکنیم، کمک بکنیم. این روزای سیاه در افغانستان گذشتنی است. بالاخره امو افق بالاخره پیروزی و آبادانی در افغانستان یک روز خواهد رسید و این روزا هم نخواهد ماند. بنابراین این واجبه ما است، رسالت ما است و وظیفه ما است که ما باید دست هموطن نیازمند خود را به هر قیمت، به هر شکل و به هر طریقی ممکنه که امکان پذیر است، ما باید دست هموطنان نیازمند خود را بگیریم و با آنها کمک و مساعدت بکنیم. این پیام را هم خواستم که ما با شما عزیزا به اشتراک بگذارم. شما هم کوشش بکنین او تعداد عزیزایتان که در محیط ما حولتان است، بر زنا هم این پیام را برسانین که در افغانستان وضعیت خیلی دشوار است، قیمتی است و وضعیت زندگی مردم در حال بربادی است. بنابراین تا که میتونیم، ما باید دست معاونت دراز بکنیم و مردم خود را کمک بکنیم. تشکر میکنم از اینکه تا ایدم با ما بودین. اگر تا فعلا عضو کانال من نیستین، با فشار دادن علامت سابسکرایب شما عضو دائمی کانال من میشین. تا دیدار بعد، بدرود.